جورت میان پنج کشور شامل این راه امضا شد. در سفر اخیر وزیر مالیه به گرجستان افزون بر توسعه همکاری های اقتصادی میان افغانستان و گرجستان بر ایجاد شورای مشترک بازرگانی دو کشور توافق شده. از سوی مطابق تجارت و صنایع نبود موافقتنامه های بازرگانی و ترانزیتی و مشکلات ویزای بازرگانان افغان را از بزرگترین چالش های بزرگ میداند و میگوید که برای بهره برداری بهتر از لاجورد باید تمام چالش ها در این بخش برطرف شود. سخنگوی وزارت مالیه میگوید که وزیر مالیه در سفر اخیرش به گرجستان با مقام های کشورهای شامل راه لاجورد گفتگو کرده است و با امضای موافقتنامه راه لاجورد میان پنج کشور شامل این راه زمینه ها برای حمل و نقل کالاها تا بازارهای اروپا فراهم خواهند شد. این موافقتنامه قرار است میان افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به امضا برسد. یک بخش مهم هم برای افغانستان و هم برای چهار کشور دیگه موضوع راه لاجورد است که تاثیر مستقیم بالای بی او پی یا بیلانس آف پیمنت هر کشور داره. دیگه ای تمام اسناد و داکومنت ازی آماده است. با اینا هم صحبت کردیم، با دیگه کشورها هم که شامل ازی موافقتنامه است صحبت کردیم. در آینده نزدیک ما میخواییم که این موافقتنامه را امضا کنیم. وزارت مالیه میگوید که گرجستان پذیرفته است که برای رسیدن کالاهای بازرگانی افغانستان به بازارهای اروپا افغانستان را کمک خواهد کرد. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع میگوید که برای بکارگیری از راه لاجورد افغانستان باید تمام آمادگی هایش را در این بخش داشته باشد. اول ما در قسمت حل ویزه برای تجار افغان باید کارهای را روی دست بگیریم. دولت ما از طریق نهادهای دیپلماتیک، از طریق مجرای دیپلماتیک و وزارت‌های خارجی ما باید مشکل ویزه را حل کنند. روابط بازرگانی کشور با گرجستان در حال حاضر به واردات نوشابه‌های غیر الکلی از گرجستان خلاصه می‌شود و افغانستان هیچ کالایی را به این کشور صادر نمی‌کند. بیشتر صحبت میکنم در این رابطه با استاد مسعود استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل. سلام شما، خوش آمدید. استاد میخوایم که بیشتر در رابطه با راه لاجورد اول بیشتر صحبت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صلوات بر محمد و آل محمد. خدمت شما عرض شود که عمدتاً در این وقت ها در چند سال که پسین است ما تمامی حرف های گذشته ها را یک بار دیگر تازه میکنیم و شاید هم بودن به امضا کردنشان. تمامی راه ها، چی تاپی، چی کاسوه یکهزار، چی هم لاجورد و حتی ابریشم دو که نو آمده، هم اینا در حقیقت نو پروژه های قدیمی بودن که در زمان آقای کرزی مطرح شد و خوب است که دولت افغانستان او را دنبال میکنه. ما عمدتاً روی مسئولیت این راه ها باید بحث بکنیم که چگونه است. هیچ کسی در دنیا یافت نمیشه که حتی بگویه که امیر راه برای افغانستان مفید نیست. حتی مفیدیت و برابری ازی که برای افغانستان است بسیار اگر سطح پایین هم باشه و باید بورم تایید بکنه. ولی عمده ای است که دیگرا کار خود انجام دادن. ما کارهای دیگران را عمدتاً بر خود حساب میکنیم، کارهای بسیار مثبت و کارهای منفی خود را سر دیگران میندازیم. مثلا شما اگر امنیتتون خراب باشه میین چنان کشور و چنان کشور و چنان کشور آمد و در قد اینجا می و رابطه تون خراب میکنین، رابطه تون قطع میکنین و غیره. ولی اگر چیزی خوب شد ما میگیم ما کردیم. مثلا اگر شما توجه کرده باشین رابطه ای که در خط آهن چین و افغانستان ما دول نواختیم، ما در خط تاپیر دول نواختیم، ما خط کاسای گازار دول نواختیم، ما خط ابرشوم دوره که هند و آمریکا که دول نواختیم، ما چابهار هم دول نواختیم که دالکه هیچ کار ما انجام ندادیم. مانا داره که تمامی خطوطی که نامتونه بر شما نام گرفتم علت کلان ناکامیش و گریگای از این اساسی گری نه گریگای به صورت مثبت که اینا را جمع کنن مثل افغانستان گریگای کشورهای جنوب‌آسیا و چهار منطقه دیگه است، بلکه گری که میخوره که حرکت نمیتونه افغانستان است. حالا این دول نواختن ها چه مزایایی بر ما میاره؟ تنها ما از لحاظ خودفریبی مطرح است. عمدتاً در دنیا بسیار یک مرض کلان وجود داره. اگر شما چی مریض شون میگه دوا داره، ولی مامون او دوایی که طالب به خودفریبی آمده شده باشه به وجود نمیاد. شما خودتون فریب میتین که من آدم خوب هستم، من خودم فریب میتون میگم من ارسطو هستم، من خودم فریب میتون میگم که من یک آدم بزرگ هستم. اینه میره به نام ایلینا میگن. این معنا داره در افغانستان ایلی نشدن بسیار مطرح است. بله، از این لحاظ من فکر میکنم که ما نباید خودم به
چیزهای غیر واقعی خود از یاد مکم بکنیم. درست است که لاجورد یکی از بزرگترین راه هایی است که ما را میتونه به مدیترانه برسونه. ما شاید 5 سال پیش شاید پیش از زمین میز شما مطرح میکردیم که لاجورد میتونه که افغانستان را به مدیترانه برسونه و خوبترین و آسانترین راه و در حقیقت چند کشور را با هم بافت میده و از این طریق می به خط آهنی که از طریق ایران میره به چین و از سه کشور دیگه شمال افغانستان وصل میکنه و به چین میرسونه که ما در حقیقت میتونیم به دریا سرخ پایین شویم. از این لحاظ از لحاظ خط بسیار چیزی خوب است. چرا ما نتونستیم ما در حقیقت کار خانگی خود انجام دادن نمیتونیم؟ ما داره که ما تونا اولویت دادن نتونستیم که کدام چیز را با چنگ و دندان باید نگاه بکنیم. یعنی ما تال نقاط استراتژیک اقتصادی خود تعیین کردن نتونستیم. ما در حقیقت چری فایر میکنیم با تمام افغانستان میریم. پیشنهاد ما دوام ماری تو بوده که از لازم کسی که شاگرد مکتب اقتصاد است که ما تمامی سکتورها را و تمامی بخشها را و تمامی افغانستان را نمیتونین با پولی که شما کم دارین با سرمایه کم و ظرفیت کم شما آماده بسازین. شما نقاط را نشانی کنین که اون نقاط میتونه بر شما در حقیقت اون نقاط بر شما بازی و برابری قلان شوه و او پاشه پخشونه دیگرا را بگیره. از یکی از این است که ما دقیقا چگونه میتونیم که این 6 تا کشور با چین، این 6 تا کشور با جنوب آسیا بسته کنیم در صورتی که ما وظایف خانگی را انجام بدیم. وظایف خانگی چیست؟ امنیت راه باید گرفته شود. سرکای ما مطابق با سرکای بین‌المللی نیست که حتی سازمان بین‌المللی راه و تجارت هم این مطرح میکنه که لطفا سرکایتون رو بسازین و از زمستان و تابستان نداره که با شما حرکت انجام بدین. ما در حقیقت ترانسپورت درستی هم به طالب وجود آورده نتونستیم که در حقیقت مطابق با اون معیاراتی که اونا میخواین باید باشه. دریورای ما تاندازی انگلیسی نمیفهمن، اونا میگن لسان خارجی حتما باید بفهمن، یکی از گپایشون است. از این لحاظ در 16 سال که اگر ما چنین کار رو انجام داده میتونستیم، ما در حقیقت این موقعیت ترانزیتی خود به دست می آوردیم. ما همین موقعیت ترانزیتی خودم علاوه از اینکه به دست آورده نتونستیم، موقعیت ترانزیتی خود الان میگیم عزیز بدیم. اما در کنارش عضویت سازمان های جهانی را در این بخش داریم. ناز ما میبردارن. ما توجه که باشیم تمام حرفای سیاسی است. ما عمدتاً کسایی که حتی سازمان ملل متحد، صندوق وجیب ملی، بانک جهانی، آمریکا و غیره نازدانی از در جنوب آسیا و افغانستان از دیگه. ما در حقیقت نوع اپندکس از امتیادی آمریکا و حتی در بودجه هستیم. یک کشوری که در بودجه از امتیادی آمریکا افغانستان 4 میلیارد نشد باشه، ما در حقیقت اپندکس هستیم. از این لحاظ کشورهای دیگه هم چنین میکنن برای ما. ما بیان کارخانگی رو انجام بدیم و ما چی باید بکنیم؟ خود درست است که ما امضا کردیم لاجورد. ما میال از وزیر ترانسپورت پرسونل میگم، از وزیر تجارت پرسونل میگم، از وزیر مالیه، از خود جناب دکتر سبغنی که بسیار گپار زیاد میفهمن و دکتر عبدالله کمی ما چگونه کالا روان کنیم به ای؟ از کجا روش میکنی؟ از فاریاب کو سرک ما که باشه، کدام در موتر، کدام کالا، کدام بسته‌بندی؟ مانا داره که اگه ما اقتصاد پایه را حرکت میتیم، تولید افزایش پیدا میتونین، این تولید افزایش مطابق با مارکتینگ دنیا بسته بندی میکنین، سود بندی های معینش انجام میتین، در وسایط معین میبرنش تا ای که در خط لاجورد برسه و به خط اون بر دوجه. پس امضای موافقت نامه ها در کنار اینکه برای مزایای این نداره برای ما میتونه مثلا خطرناک هم باشه، یا اینکه به هر حالش ضررهایی را برای ما به دنبال داشته باشه. یک چیز شما من میخوام که خدمت شما عرض کنم که در اقتصاد اینمی یک انگلیسیش میگن تو وی، یعنی معنا داره که دو طرفه. این در حقیقت تجارتی که ما میان دو تجارت دو طرفه است. ما تنها صادرات نمیتونیم که باز واردات نکنیم، ما تنها نمیتونیم از این خط استفاده کنیم، تنها ما و آخرین خط لاجورد هم در حقیقت افغانستان و فاریاب و دریای امو باشه تو نیست. اونا آمدن شش کشور که برن با آسیای میانه، برن با آسیای جنوبی، اصلا مطرح هند است. هند 1200 میلیاردی و چین 1400 میلیاردی را اونا در خط نشانی کردن. این 3 میلیونی ما را نشانی نمیکنن، اونا در خط اونجا آمدن. ما باید برشان بسازیم. اگر ما راه را برشان ایجاد کنیم در غیر از شما باور بکنین که این خط لاجورد ما دور میخواد از طریق ترکمنستان میره به ازبکستان، از ازبکستان به تاجیکستان، از تاجیکستان دوباره سینکیانگ پایین میشه به چین، میره به گوادر، باز پاکستانی ها هم راش حجم میشه. همیشه پاکستانی ها تلاش میکنن تا خطای ترانزیتی که از افغانستان میگذره اونا رو بسیار مخشوش بسازن، به خاطر که اگر چنین خط از افغانستان بگذره علاوه از اینکه عاید برش خلق میکنه، موقعیت استراتژیکی پاکستان در تجارت جهانی پایین میاره. از این لحاظ من فکر میکنم که خط لاجورد بسیار خوب است، ولی هوشیاری ما، بیداری ما و حرکت ما و مصمم بودن ما و نیرو رو به طرف حفظ امنیتی خط بسیار مهمتر از اون تمام. اساس روابط بازرگانی ما با گرجستان و مزایایی که میتونه داشته باشه بیشتر صحبت کنیم. یک چیز متوجه باشین که برای افغانستان گرجستان استراتژیک نیست. گرجستان برای افغانستان نوی حرکت های
عبور کننده بر سوی مدیترانه است. ما در حقیقت مدیترانه بنشانی کنیم. در اطراف مدیترانه شما در حقیقت حد کالای برند در حقیقت پولی در شما مشاهده میکنین. در اون شما میتونن از اون استفاده بکنین و حتی دوباره بیارنش. اگر گرجستان بر ما نشانی باشه، خب ما میگیم با گرجستان ما در حقیقت میتونیم که ایره یک کشور عقب مانده جدا شده یا شوروی که تا اندازه در کشور حتی در بین کشورهای اتحاد شوروی سابق هم قدر بلند نبوده. ترکمنستان را بسیار عرف اول میزنن نسبت به اونا کده. ما میگم که ترکمنستان و ترکمنستان گرجستان و ترکیه و غیره کشورهایی که ما را بسته میکنن، بجز ترکیه که برای ما بسیار بسیار مهم است از لحاظ قوت ها و از لحاظ منبع و قدرت مراکز اسلامی و غیره که یک مرکز است، چیزهای دیگه از این تنها ترکمنستان مثل همسایه ما رو میپذیریم دیگه. اگر گرجستان شما سرمایه گذاری کنه نکنه، رقم فیلیپین بره میه، رقم استرالیا بره. استرالیا بسیار برای ما وعده‌های کلان داد ولی هیچگاه در اینجا آمده نمیتونه برای ما چیگونه یک ترانسپورت هوایی برمش حتی هندوستانه که ترانسپورت هوایی رو برای ما آماده ساخته، همی هم از لحاظ سیاسی برای ما کمک میکنه، نه از لحاظ اقتصادی برای ما کمک نمیرسن. به ما از لحاظ اقتصادی مقایسه که میکنین خوب نیست. ما میگیم خط ما کم بگیریم، خط قسم ما کم بگیریم، خط آوردن ما این خط زیری که لاجورد کجا باید بره، اینو باید ما مطرح کنیم و اینو باید حمایت بکنیم. اگه 10,000 عسکر میشه، اگه 20,000 عسکر میشه، خط حمایت بکنین بر شما وایف خلق میکنه. تمام اشتباهاتی که در این بخش ها رخ میده که شما به او اشاره کردین، فکر میکنه برمیگرده دقیقاً به همون نداشتن یک برنامه مشخص استراتژیک اقتصادی. بله، استراتژیک اقتصادی و برنامه مشخص استراتژیک منطقوی. شما هیچگاه حرکات پاکستانی ها را در حقیقت مورد مطالعه قرار داده نمیتونید. اگر ما حرکات پاکستانی را مورد مطالعه قرار بدیم، ایران و ازبکستان، تاجیکستان و غیره را، با هر حرکت از اون شما در حقیقت شما یک جواب داشته باشین، نه عکس العمل، شما در حقیقت میتونه پیروز بشه میدان شوین. حال ما با وجودی که میگن که ما خوب استراتژی واقع نداریم، برای اینکه ما نوع حرکت های پالیسی حرکت میدیم، تنها شورای وزیران و حرفای رئیس جمهور در حقیقت سمدنده خطوط اقتصادی افغانستان است. اگر رئیس جمهور امروز چه شود سبای سفید جس در بخش اقتصادی نداره، برای استراتژی داشته باشیم، خب در حقیقت پالیسی می داشتیم. از این خاطر از ماشاءالله به این هستم که در صورت که استراتژی ما نداشته باشیم، پالیسی هم نداریم. افغانستان فاقد پالیسی اقتصادی، فاقد است به خاطر که فاقد استراتژی اقتصادی است. از این رو میگم که اگر شبه که ما یک نوع استراتژی منطقوی رو بسازیم که این استراتژی منطقوی خط لاجورد را حمایت بکنه و به منظور حفظ خط لاجورد پاکستان، ایران و غیره را مورد مطالعه قرار بده تا بتونن مطابق با حرکات از اونها محرکات را انجام بدن تا این خط مسون شه. در غیر از خط لاجورد چند وقت بعد به خط مثلا یک خط نامش چیزو مثلا یک خط الماس تبدیل خواهد شد. سپاسگزاریم از شما استاد مسعود، استاد دانشکده اقتصاد کابل. و تا لحظات بعد خبرهای ساعت 2 پشتو نیمه روز ادامه دارد.